امسال 20مین سالگرد انتشار رمان درخت انجیر معابد نوشته احمد محموده و فرصتیه تا یادی بکنیم از این نویسنده برجسته در زبان فارسی. بیشتر داستانهای احمد محمود در جنوب ایران میگذره. برای همین راوی خطه جنوب خطابش میکنن. رمانهای همسایه ها، زمین سوخته و مدار صفر درجه احمد محمود جزو آثار ماندگار ادبیات معاصر ایران حساب میشه. درخت انجیر معابد که در سال 1379 جایزه بهترین رمان بنیاد گلچیری رو گرفت، آخرین کار احمد محموده که با کارهای دیگرش متفاوته. روزبه کمالی، منتقد سینما و ادبیات، مهمان تماشاست تا درباره درخت انجیر معابد با هم صحبت کنیم. روزبه، قبل از اینکه بریم سراغ رمان، بد نیست با معرفی احمد محمود برای کسایی که هنوز فرصت خوندن آثارش رو نداشتن شروع کنیم. احمد محمود یک رمان نویس و داستان نویس خودآموخته بود. داستان میگفت و شخصیت میساخت و در این هر دو توانا بود. در دورانی که داستان نویسی ما دچار یک مدرنیسم مراحل طی نکرده بود، یعنی به یک دوره‌ای که به داستان نویس در داستان نویسی به داستان ساختن یا شخصیت ساختن خیلی اهمیت داده نمی‌شد. احمد محمود در تمام این مدت این داستانگویی و شخصیت سازیش رو پی گرفت و ادامه داد. داستانهاش در بوم و بر خاصی اتفاق می افتاد، لهجه ها و گویش های خاص به کار می گرفت، هیجانات، استرابات، غمها، اندوها و آرمانهای مردمان خاصی رو گزارش می کرد. از طریق این محلی بودن جمعی می شد. جنبه دیگرش اینه که احمد محمود آدم آرمانگرایی بود، گرایش چپ داشت، درباره مردم فرودست می نوشت و درباره میلشون به آگاهی و تغییر. این تعهدش تعهد از نوع رئالیسم سوسیالیستی نبود، از نوع اومانیستی چپ بود، یعنی انسانگرا بود، به انسان فرودست احترام می ذاشت و شایسته حرمت می دونستش. رمان همسایه هاش به نظر من شاید منسجم ترین کارش باشه همچنان، گرچه در مدار صفر درجه و در انجیر معابد نشون میده که چه نویسنده تواناییه و چه ظرفیت‌های بزرگی در هر دوی این رمان‌ها هست. حالا داستان رمان انجیر معابد چیه؟ داستان از اونجا شروع میشه که تاج الملوک دو اتاق در برابر امارت کلاه‌فرنگی ملک سابق برادر درگذشتش میگیره و میخواد به گفته خودش ببینه که چه کسی اولین کلنگ ویرانی رو به این بنا میزنه. از طریق خاطرات تاج الملوک، مرور خاطراتش به گذشته میریم و با سرگذشت یک خاندان متمول آشنا میشیم که بر اثر سوانحی از جمله مرگ پدر و خیانت وکیل خانواده ملک و املاکش رو از دست داده. پدر و مادر مردن، خواهر برادرها متواری شدند و حالا فرامرز پسر بزرگ که به اعتیاد هم دوچار هست قصد انتقام داره و در پایان هم به شکل عجیب و غریبی انتقام میگیره. چرا عنوان رمان هست درخت انجیر معابد؟ درخت انجیر معابد در این داستان نقش کلیدی داره، برای اینکه یه پیروانی داره که معتقدن که این درخت قدرت جادویی داره و این آدم ها به خاطر اعتقادشون در رقم خوردن سرنوشت این خانواده فرامرز و اسفندیار تأثیر دارن و در نهایت در جدال نهایی که در شهر در میگیره درباره این درخت که بیبره، میوهش قابل خوردن نیست، چوبش هم استفاده نداره، صحبت های زیادی شده. بعضی گفتن نشان سنته، بعضی ها گفتن که به خرافات و باورهای نادرست اشاره داره، شاید بشه اون رو نشانه هر آینه همراه با پرستش قلمداد کرد. بیشتر داستان‌های محمود توی یه بستر تاریخی مشخص اتفاق می‌افته و جزو آثار برجسته رئالیسم اجتماعی به حساب میاد. با این حال تو این کتاب آخر وقایع تاریخی نقش تعیین کننده‌ای تو روند داستان ندارن. ممکنه در این بارم توضیح بدی؟ یک ویژگی برجسته آثار احمد محمود این بود که در رمان‌هاش در پس زمینه ما با یک حادثه مشخص تاریخی سیاسی اجتماعی روبرو بودیم. در همسایه‌ها کودتای 28 مرداد، در داستان شهر ماجرای افسران حزب توده، در زمین سوخته با جنگ روبرویم، در مدار صفر درجه با وقایع انقلاب. اینجا
که آخرین کار محمود هم هست، ما واقعی تاریخ مشخصی رو نمیبینیم، حتی به اسم شهر رو هم ذکر نمیکنه. ما از نام محلاتی که میاره متوجه میشیم که شهر اهوازه. یه اشاراتی هست، مثلا از رضا شاه یه جا اسمی برده میشه، یا مثلا وکیل خانواده مهران شهرکی شبیه طبقه نورسیده طرفدار تجدد دوره پهلوی هن. اما با این نشانه ها و اون اتفاقی که در آخر میفته و شهرک به آتش کشیده میشه، شاید بشه گفتش که به صورت تمثیلی، به صورت نمادین، ما با انقلاب 57 روبرو هستیم. از بین مضامین یا درون‌مایه‌های مختلفی که تو رمان مطرح میشه، برجسته ترین به نظر تو کدومه؟ به نظرم درون‌مایه ویرانی است. یعنی از همون اول که تاج الملوک میخواد بشینه، میخواد نظارگر ویرانی ملکی باشه، که عمارتی باشه که برادرش ساخته، و بعد خود فرامرز که هم اعتیاد داره به ویرانی، جسم و جانش مشغوله، هم در آتش انتقام میسوزه برای اینکه با ویرانی انتقام خودش رو بگیره، و در نهایت هم شهرک رو به آتش میکشه. هم فرامرز هم عمش تاج الملوک مدام دارن گذشته رو مرور میکنن. این دربند گذشته بودن به معنای ویرانی زمان حال و آینده نیز هست. یعنی چنان اسیر گذشته میشیم که زمانهای دیگر رو از دست میدیم و از این طریق به ویرانی خودمون برمیخیزیم. رمان انجیر معابد با آثار قبلی محمود چه تفاوتایی داره؟ از جنبه روایت، احمد محمود معمولا به شیوه خطی روایت میکرد، از گذشته میومد میرفت به آینده، یعنی مسیر خطی رو طی میکرد. در این رمان از شیوه جریان سریال ذهن شروع میکنه، رمان از اکنون شروع میکنه و میره به گذشته و هی گذشته رو مرور میکنه. معمولا شخصیت احمد محمود در همسایه ها در مدار صفر درجه یک آرمانگرایی دارن، یک امیدی دارن به آینده، به تغییر، اصلا تلاش میکنن برای آگاهی، آگاه میشن به ضرورت تغییر و بعد اقدام میکنن برای تغییر. اما در انجیر معابد ضد قهرمان ها در کانون داستان قرار میگیرن. فرامرز آدم بی آرمانیه، تنها خواسته‌ای که داره انتقام، در آتش انتقام میسوزه، دچار اعتیاد آرمان جمعی یا فردی بزرگی نداره. شخصیت‌های رمان دیگه‌اش معمولاً یک میل به نیکخواهی و نیکطلبی دارن، اما اینجا در این شخصیت‌ها هم دیده نمیشه این حالت، یک حالت تلخی، خش و کینه‌جویی دارن. شاید بشه این رو هم اضافه کرد که اون میل به تغییری که در همسایه ها بود، در مدار صفر درجه بود، شاید در آخرین رمان احمد محمود پاسخ اون رو میبینیم. میل و امید به تغییر و شوق به ساختن آیندهی بهتر در نهایت به ویرانی و ویرانی انجامید.